کانال سخنرانی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 31 وجود و زمان رو دنبال میکنیم. من میخوام جمله آخر پاراگرافی رو که هفته پیش خوندیم رو دوباره بخونم و دوباره میگه که صفحه 102 پاراگراف دومه. شرط امکان این که موجود تو دستی بتواند از حالت جلب توجه نکردنش خارج نشود این است که جهان خودش را اعلام نکند، و در همین است که ساخت پدیداری موجود فی نفسه، هستی فی نفسه موجود در دستی تقویم می شود. این بیان سلبی و زبان سلبی که دیگر به کار برده در حقیقت میخواد بگی که ابزار اون موجوداتی که به مثابه موجود تو دستی در اختیار ما هستن در حقیقت ماهیتاً شأن جلب توجه کردنی دارند و نمیتونن که جلب توجه نکنن. برای همین همواره ما در جهان در مواجهه با موجودات همواره موجودات رو به مثابه در وهله نخست به مثابه یک موجود تو دستی یا ابزار میبینیم. یعنی به محض اینکه ما با چیزی مواجه میشیم اون چیز برای ما همواره این پرسش، اگر ناشناس باشه این پرسش تر میشه که این چیز به چه کار میاد. وقتی ما با یک موجود ناشناخته یا یک شیء ناشناخته مواجه بشیم در بدایت هم از چیستی اون پرسش نمی کنیم، این که این شیء در ماهیت خودش چیه، بلکه در وهله اول شیء برای ما به مثابه یک موجود تو دستی یا ابزار خودش رو نشون میده، خودش رو آشکار میکنه. و در همین خود آشکار کردن به مثابه ابزار جهان داره خودش رو آشکار میکنه. اصطلاحات سلبی مانند جلب توجه نکردن، مزاحم نبودن و سرسخت نبودن بر خصلت پدیداری ایجابی وجود موجود در وهله اول تو دستی دلالت میکنه. ابزار در مقابلش فرادستی. نه، اینجا تو دستی دقیقا به معنای ابزاره. در وهله اول در دستی دلالت میکنند. این علامت های نفی دال بر خصلت در خود ماندگاری موجود در دستی اند و این همان در دستی اند و این همانی است که این همانی است که از فی نفس بودن در نظر داریم، اما به شیوه شاخص آن را در وهله اول به هستنده یا موجود فرادستی به عنوان موجودی قابل تثبیت به شیوه موضوعی نسبت می دهیم. یعنی ما وقتی که با یک موجود تو دستی مواجهیم به مثابه ابزار، تصور ما، تلقی ما اینه که این شی، این پدیده یک وجود فی نفسه، یک هستی فی نفسهی برای خودش، یک هستی برای خودش داره، فارغ از اینکه در دست ما یا تو دست ما یا به مثابه ابزار باشه. این تلقی ما از موجودات که این امکان رو فراهم میکنه که در این حال که موجود به مثابه ابزار برای ما هست، در این حال به مثابه یک موجود فرادستی و برای خودش و فی نفسه تصور بشه. در جلسه قبل درباره این تو دستی و فرادستی بودن یک تولرانسی رو برای ما شکل میده که چطور یک موجود در این حال که تو دستیه، در این حال فرادستیه، در این حال که ما میل به این داریم که موجودات رو به مثابه ابزار در بیاریم، در این حال میل به این داریم که او رو فرادستی هم نگه داریم. این تفسیری که هایدگر داره ارائه میده خیلی یک نقطه عطفی در تاریخ میشه گفت تاریخ سوبژکتیویته هستش. ما میدونیم که در عصر جدید انسان تمام تمناش بر به سلطه در آوردن هستی بوده، یعنی همه چیز رو به مثابه ابزار در بیاره.
اما هایدگر داره تو همون سنت دیستراکشنی که داره انجام میده، داره تو همون سنت داره نشون میده که این میل به فرادستی بودن هم وجود داره، این میل به فاصله گرفتن هم وجود داره. در مثال هایی که در جلسه قبل هایدگر برای ما میزنه، من ورژن امروزیش رو میگفتم از مثال ها، این به وضوح نشون داده میشه که چطور باید این فاصله حفظ بشه. یعنی ما اگر بخواهیم این فاصله رو، چون این فاصله هستش که موجود رو به مثابه یک شیء فرادستی برای ما ایجاد میکنه، خب حفظ این فاصله، مراقبت از این فاصله و پذیرش این فاصله اصلا جدیه. من تو مثال هایی که هفته پیش گفتم درباره روابط انسانی گفتم، هایدگر تو مثال های پدیدهای فیزیکال بیشتر میگفت، اما تو روابط انسانی هم همینطوره. یعنی آدم ها میل به این دارن که چنان در هم دیگه حلول کنن که یکی یک چیز بشن، ولی خب این امکان نداره و همواره باید این فاصله حفظ بشه. این فاصله حفظ شدن، این فاصله یعنی شی به مثابه ابزار برای من نیست فقط، یعنی اون برای خودش یک وجود فی نفسه ای داره و حفظ این فاصله با خودش یک اقتضاعاتی رو ایجاب میکنه. اولین اقتضاع حفظ این فاصله در روابط انسانی چیه؟ تولید یک زبانه. یعنی یک زبانی خاص این وضعیت ایجاد میشه. یعنی وقتی که ما پدیده ای رو به مثابه موجود فرادستی میپذیریم، نه فقط به مثابه ابزار و موجود تو دستی، و این فاصله رو حفظ میکنیم، و حفظ میکنیم یعنی ازش مراقبت میکنیم. اینجا کلمه حفظ کردن رو به معنای تیمارداری و مراقبت باید بگیریم. این فاصله باید مراقبت بشه ازش، نیاز به مراقبت داره. این مراقبت از رهگذر زبان رخ میده. اینی که دارم میگم اینجا هایدگر تو وجود زمان به این نپرداخته، در جای دیگری به تفصیل به این پرداخته. برای حفظ این فاصله ما راهی نداریم جز این که به زبان توجه کنیم، اینکه چطور این فاصله رو با زبان حفظ کنیم، فاصله‌ای که در این حال هم اون میل ما به تو دستی شدن رو داره ارضا میکنه، هم اون فرادستی بودنش رو، وجود فی نفسش رو حفظ میکنه. به طور خلاصه هایدگر از زبان شعر یاد میکنه. یعنی زبان شعر، منظورم از زبان شعر فقط شعر نیست، زبان شاعرانه، زبانی که سعی میکنه اشیا رو و پدیده ها رو در یک فاصله ببینه و اون فاصله رو حفظ کنه. حالا همین رو شما تو روابط انسانی هم میتونید ببرید. در روابط انسانی خیلی خیلی موضوع مهمیه. ما توی دازنکاوی توی روابط آدم ها با این مسئله سر و کار داریم که آدم ها، حالا به طور خاص مثلا زن و شوهر یا هر پارتنری که در هر صورت و شکلش که هست، میل به یکسان سازی شده و یکی شدن دارن و این منجر به این میشه که طرف مقابل براش به مثابه یک موجود تو دستی و ابزار ظهور کنه. اگر ما در روابطمون با انسان‌ها، فرق نمی‌کنه دوست، پدر، مادر، همسر، پارتنر، هر کسی، فرزند، به این توجه کنیم که این موجود، این فرد یک وجود تو فرادستی هم دارد و باید از اون وجود فرادستیش هم من مراقبت کنم، این حفظ فاصله و حفظ در واقع مراقبت از این فاصله جدی میشه. که این به طور خاص حالا تو زبان خودش رو نشون میده که من فعلا وارد اون نشم. اگه بعد از جلسه ما بودید میتونیم اون رو بحث کنیم، چون یه مقدار بیرون از موضوع خود پاراگراف هست. خب اما اگر سمتگیری خود را در وهله اول و منحصراً از وجود فرادستی دریافت کنیم، به هیچ وجه نمیتوانیم اصطلاح فی نفسه را از نظر انتولوژیکی روشن سازیم. یعنی ما اگر در وهله اول
مواجهمون با پدیده فرادستی باشه، نمیتونیم حتی اون وجود فی نفسش رو لحاظ کنیم. یعنی ناگزیر هستیم از این تلقی تو دستی از موجودات. الان به تعبیر حکمی خودمون یک مقام جمع الجمعی هایدگر داره پیش میاره، یعنی نه میخواد به این که اون تلقی سوبژکتیویستی اومانیستی ابزاری به جهان باید داشت، نه اون تلقی بودیستی خیلی آره انتظایی، نه خیلی عرفانی که موجودات در آره زاهدانه، نه داره این رو جمع میکنه که میخواد بگه اصلا ما همینگونه در مقام این جمع هستیم و اونجایی که میل پیدا میکنیم به یکی از این طرفین، اونجا بحران ایجاد میشه. و برای همین در نقد خودش به مدرنیته در رساله The Age of the World Picture اونجا مثلا رو همین نکته تاکید داره که جهان مدرن تعادل رو به هم میزنه، جهان مدرن جهان رو به مثابه میخواد فقط ابزار در بیاره و نمیتونه به وجود فرادستی. از اون برم جهان مثلا پیشا مدرن بودیستی یا حالا زاهدانه عرفانی هم از اون بره بوم میفته و نمیتونه توجه کنه که به هر حال ما یه نسبت تو دستی و ابزاری هم داریم با عالم حتی اگر انکارش کنیم. لذا تو این مقام جمع الجمع میخواد بگه که اگر ما به وجود فی نفسه این موجود، وجود خود به خودیش برای خودیش، میگم من سینا تو رو برای خودت دوست دارم نه به خاطر چیزی، آره بیا دارم اگر من میگم من فلانی رو خودشو دوست دارم نه به مثابه ابزاری برای چیزی، اگر چنین چیزی رو ادعا دارم و چنین چیزی برای من محفوظه، خب صادقانش من در وهله اول تو رو کجا دیدم؟ در وهله اول چطور با تو نسبت پیدا کردم؟ اون به اون وقتی وهله اوله توجه کنیم میبینیم که یک وجود تو دستی بوده، یعنی تو به من یه حس خوب دادی، تو به من یه کمک کردی، تو به من علم دادی، تو به من مثلا یه کاری کردی به مثابه ابزار، اون مقوم این وضعیته. من نمیتونم این واقعیت رو انکار کنم بگم نه تو، من اصلا با تو هیچ نسبت ابزاری ندارم، این رو نمیشه انکار کرد. برای اینکه حتی من بتونم تو رو خود به خودی نه برای چیز دیگری دوست داشته باشم، باید این تو دستی بودن رو بپذیرم، اینو نباید انکار کنم، اینو باید بپذیرم و بعد اون فاصله رو حفظ کنم. وقتی که من این وضعیت رو پذیرفتم، این تو این التفات به این مقام جمع الجمعیه که من میتونم به پدیده یک نگاه اونتولوژیک داشته باشم، یعنی میتونم در یک نگاه هستی شناسانه او رو به دید بیارم، این فرد، این موجود، این دوست، این رفیق، این پارتنر، همسر و هر چیز، این برای من وجهی از هستی رو داره آشکار میکنه. چطور این به این مقام میرسم که میفهمم این داره برای من بچی از هستی رو آشکار میکنه؟ با التفات به این دو گامه، با التفات به این دو ساحت و جمع این دو و فرو افتادن به هر دو طرف این داستانی امکان رو منتفی میکنه. وهله اول نگاه تو دستی ابزاری و در این حال حفظ فاصله و فرادستی بودنش. مثال هایی که جلسه قبل گفتم خیلی روشن بود. شما زنگ میزنید به رفیقتون، در دسترس نیست. خیلی زنگ میزنید در دسترس نیست، میل به این دارید که چیکارش کنید؟ در دسترسش داشته باشید. اما اینم میدونید که اگر کاملا در دسترس داشته باشید و کاملا اون ساحاتی که برای شما ناپوشیده است و دوره بخواد برای شما آشکار بشه، احتمالی که برای همیشه از دستش بدید هم دارید. لذا
در این حال که میل به این دارید که او رو در دست بگیرید، در دستی کنید به تعبیر هایدگر، ناخواسته این فاصله رو هم حفظ میکنید. به قول قدیمی ها بعضی وقتا سعی میکنیم نبینیم، بعضی وقتا سعی میکنیم نشنویم، بعضی وقتا سعی میکنیم نفهمیم آگاهانه، برای اینکه این فاصله حفظ بشه. آره دیگه اون دیگه تفسیر خیلی با این حال اگر بناست سخن گفتن از فی نفسه، تو رو به خاطر خودت، سخن گفتن از فی نفسه اهمیتی انتولوژیکی داشته باشد، نوعی تعبیر مورد نیاز است. یعنی ما نیاز به انترپریتیشن داریم، نیاز اینجا ما نیاز داریم تعبیر کنیم پدیده رو. یعنی ما اگر این پدیده قرار است که برای ما ساحتی از هستی رو آشکار کنه، اصلا ناگزیر از تعبیر و تفسیر هستی. آره از همین، نه همین موجود تو دستی تعبیر میشه و تعبیرش ما رو میبره به ساحت هستی شناسانه. من این رو تو مثال هایی که این سعید هم الان اومد اینجا کمک میکنه برم، تو مثال هایی که مثلا از شعر شاعران زدم توی اون کلاس پدیدار شناسی خیلی این به وضوح دیده میشه. یعنی وقتی که مثلا یه شاعری یک شیعی رو برای ما در یک هیئت دیگه‌ای ظاهر میکنه که تا کنون اون هیئت برای ما آشکار نبوده، یا یک عارفی برای ما مثلا یک آیه از قرآن رو ناگهان به یک جلوه دیگه تعبیر میکنه در حالی که ما اون آیه رو بارها و بارها خوندیم، اینجا داره چه اتفاقی میفته؟ عملا داره هستی به گونه دیگه ظهور میکنه از رهگذر تعبیر این پدیده، از رهگذر تعبیر این آیه، از رهگذر تعبیر این شی و پدیده به طور کلی. غالبا و با حقانیتی پدیداری به نحو انتیکی و با تأکید به این فی نفسگی هستی به این فی نفسگی هستی استناد می شود. اما این استناد انتیکی خواست بیان انتولوژیکی مورد ادعای این استناد را برآورده نخواهد کرد. میگه ما وقتی که در مواجهه موجود انگارانه هستیم، یعنی این تلقی که این موجود برای ما داره هستی رو آشکار میکنه رو نداشته باشیم، این مواجهه ما نمیتونه در حقیقت یک اون فی نفسگی رو، فی نفس بودن رو برای ما نشون بده. به زبان ساده تر، یعنی اگر ما نتونیم در مواجهه با پدیدارها، هر پدیده جزئی، اون کل یعنی هستی رو آشکار کنیم، برای ما آشکار نشه، اصلا این لاف و گزافی هستش که بگوییم تو خودت برای من ارزشمندی. یعنی اگر من اگر به کسی گفتید که نه من تو رو برای خودت میخوام، هستی در اون نسبت و رابطه آشکار نشه و فقط یه نسبت موجود انگارانه باشه نه وجود انگارانه، این در واقع یک لافه، یک گزافه است که بعداً آشکار میشه که گزافه بودنش. بعد 6 ماه در دادگاه خانواده. تحلیل قبلی ما روشن کرده است که هستی فی نفسه موجود درون جهانی تنها بر پایه پدیدار جهان به نحو انتولوژیکی قابل درک خواهد بود. یعنی اگر ما تمنای این رو داریم که وجود فی نفسه این موجود رو، وجود فی نفسه این موجودی که در جهانه، موجود در جهانیه، روشن بشه، فقط بر پایه پدیده جهان بر به شکل انتولوژیکی هستی شناسانه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما در مواجهه با پدیدار جهانش رو نتونید کشف کنید و از جهان اون پدیده غافل باشید، من میگم من مثلا فلانی رو خیلی دوست دارم اما با جهانش خیلی چیز ندارم، یعنی نسبتی ندارم و با جهانش هیچ کاری ندارم، میگین چنین چیزی امکان نداره. اگر چنین چیزی رو در پیش بگیرید، یه روزی تقش در میاد،
و اون تقدم جهان بر خود اون موجوده. یعنی من باید پیش از اینکه فرد رو دوست داشته باشم باید جهانش رو دوست داشته باشم، جهان او برای من باید آشکار باشه، من نسبت خودم رو با جهان اون ببینم. این ما توی مناسبات اجتماعی و روابط در واقع اجتماعیمون بارها و بارها این رو آزموده ایم، بارها و بارها. مثلا با کسی به ای نحو امکان یه ارتباطی میگیریم دیگه، مثلا بنابر ضرورت، بنابر غریزه، بنابر حس یه ارتباطی میگیریم، اصلا بنابر کار، و سعی میکنیم اونجا تولید حس هم بکنیم. مثلا وارد یه مجموعه کاری میشیم که خیلی جهانش با جهان ما نسبتی نداره، ولی خب بنابر ضرورت مجبوریم و بعد تلاش میکنیم که حس تولید کنیم. یا نه بگو اینجا من کارو دوست دارم، من خیلی این کارو دوست دارم. ترش چی در میاد؟ ترش اینی که نه تو در اون کار موفق میشی و نه اون کار به سرانجام میرسه، و ترش میشه 70 میلیون آدم افسرده. اما اگر جهان میتواند به نحوی از انها روشن شود، پس باید به طور کلی گشوده باشد. جهان باید گشوده باشد. جهان گشوده هست، مشکل اونجاییه که ما در تعبیرمون میبندیم، عقد ایجاد میکنیم. بله، جهان در جهان بودنش یعنی گشودگی. این رو در جلسه قبل تأکید میکنه، جهان یعنی عین گشودگی. با دسترس پذیری موجود تو دستی درون جهانی برای دل مشغولی پیرانگرانه، جهان همیشه پیشا پیش گشوده است. یعنی اگر من در نسبت با یک موجودی که تو دستی ابزاره دل مشغول میشم، این نسبت دل مشغولانه دارم، این یعنی که از پیش جهان بر این دل مشغولی من گشوده بوده که من تونستم دل مشغول بشم. اگر نه، یه مثال ساده اصلا میخواد بگه جهان آره دیگه امکان استعلاییه. حالا تو مثال سادهش بگم، اگر یه کسی وارد مثلا شغل نجاری میشه، چکش برمیداره، اره برمیداره، کار میکنه، این از کجا این امکان فراهم میشه که چکش اره اینها رو میدونه که باش چی کار کنه؟ چون جهان نجاری برای او از پیش این امکان رو فراهم کرده. برای مثال، مثلا شما تار رو بردارید، تار ساز، ساز تار رو بردارید ببرید به جایی که یعنی مثلا تا الان نه موسیقی شنیدن، تا الان نه ساز دیدن، چه اتفاق میفته؟ برای اون فرد این چی هست؟ این به مسابه تاره؟ چیکار میکنه باش؟ آره. از اون برم هست البته که وقتی که جهان فرد، جهان دازاین چنان فراخ باشه، چنان گشوده باشه که در مواجهه با پدیده ها میتونه پدیده ها رو نه فقط در اون جهان خود اون پدیده، بلکه در جهانهای دیگر هم ببینه. یعنی این پدیده مثلا همین ساز نه فقط یک وسیله‌ای برای صدا در آوردن یا مثلا برای یک اوقات خوش، میتونه یک گونه دیگر آشکار هم بشود، که این اتفاق تو زبان شعر شاعران میفته دیگه. تار برای مولانا میشه چی؟ میگه چی؟ خوشچوبی، خوشکسیمی، خوشپوست. تار از یه چوب و یه سیم و یه پوست درست شده. خوشکسیمی، خوشچوبی، خوشپوست. از کجا می آید این آقای دوست؟ برای او همین ساز یه جلوه دیگه ای داره. برای او فقط ابزار احوال خوش نیست، چیزی دیگریه. مولانا از این چیزا زیاد داره. مولانا مثلا مخصوصا الان بحث ساز شد، میگه که در باره موسیقی میگه پس حکیمان گفتن این لحن‌ها که از دوار چرخ بگرفتیم ما. این نظریه در واقع بطلمیوسیه که
معتقدن که نخستین آواهای موسیقیایی از گردش افلاک و صدای گردش افلاک در اومده، چون گردش افلاک یک صدا، یک موسیقی داره. مولانا معتقده که این نظر نظری ماتریالیستیه و این رو نمیپذیره. این کلمه حکیم که اینجا به کار میبره منظورش فیلسوفان، میگه پس حکیمان گفتن که لعنها از دوار چرخ بگرفتیم. ما اینو نمیپذیره، در مقابلش میگه مؤمنان گویند کاثار بهشت مغز گردانید هر آوای زشت. اون نظرش اینه که نه، اصلا این لعنها از جای دیگری اومده و مسئله گردش ستارگان نیست، منشه مثلا آهنگ و موسیقی جای دیگری. خب این تلقی که اینها از یه پدیده مثل موسیقی دارن نشون میده که اونچنان اینها جهان اینها وسیعه که میتونن با همین پدیده دم دستی تو دستی که ما هر روزه باش سر و کار داریم مثل موسیقی، یه نحوه تلقی به مواجهه دیگه ای داشته باشن، میتونن کاری بکنن که آب و خاک و گل هم به حرف در بیاد براشون. دیگه چی میگه باز؟ نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل، یعنی میتونن اینها به حرف در بیارن، آب و خاک و گل رو هم میتونن به حرف در بیارن. و استفاده کرد همون خیلی بزرگی میشه تو هیئت ها میشه استفاده کرد. اسمون میشین یا در روی کرده در رو کلی روی کرده معرفت شناسانه پرسش از هستی موجود نداره، پرسش از وجود موجود نداره، میخواد این موجود رو بیاره در انحصار دایره شناخت و معرفت خودش. مسئلهش خود موجوده نه هستی موجود. اگر یک معرفت شناسی دغدغه وجود موجود داشته باشه این اتفاق میفته. برای همینه که از دل یک چنین انتولوژی به تعبیر فوندامنتال یک معرفت شناسی در میاد، اما متناسب با اون انتولوژی و اون چیز داره. چون دغدغه به پرسش وجود داره نه موجود. بنابراین جهان چیزیست که در آن، یعنی در جهان، دازاین به مسابه موجود همیشه پیشا پیش بوده است و در هر گونه پرداختن آشکارش به هر چیز فقط میتواند به جهان بازگرده. یعنی دازاین هر چقدر بچرخه و هر فعالیتی که داشته باشه نمیتواند از جهان اون پدیده خارج بشه. وقتی که دل مشغول چیزی میشه در زندگی خودش، یعنی داره خودش رو با جهان اون درگیر میکنه، یعنی جهان بر او سیطره داره و تسلط داره. این چیزی که مثلا میگیم برفرض اگه رفتی توی فعالیت اقتصادی حواست باشه که او میتونه جهان تو رو او تحت تاثیر قرار بده، به این راحتی نیست بگی که نه من میتونم بیزینسمن خوبی هم باشم ولی در این حال یه متفکر یه فیلسوف هم باشم. معمولاً ابر انسانی باید که بتونه غلبه کنه بر جهان دل مشغولانش. شما کمتر میشه پیدا کرد کسی رو که صبح تا شب تو فکر اسکناس و ارز و ریاله دل مشغولی غیر از اون داشته باشه. به هر حال خیلی نمیگم ناممکنه ولی خب دشواره دیگه. بنابراین تفسیر ما تا کنون وجود در عالم یا در جهان هستن به معنای جذب غیر موضوعی و پیرانگرانه در ارجاهایی است که مقوم در دست بودگی کل ابزاری هست. یعنی بودن در جهان، being in the world، که مقوم اصلی این موجود انسانیه، به معنای جذب و افتادن در سلسله ارجاعاته. مثالش رو که درباره چکش ایدگر میزنه، میگه این چکش ارجاع داره به یه میخ، میخ ارجاع داره به دیوار، دیوار ارجاع داره به خونه، خونه ارجاع داره به کوچه، کوچه ارجاع داره. این سلسله ارجاعات
یعنی وقتی که من وارد یک دل مشغولی میشم به مسابه موجود در جهانی، خودم رو انداختم در سلسله این ارجاعات، ارجاعاتی که غیر موضوعی هم هستن، یعنی من برای من شاید موضوعیت نداشته باشه این بی نهایت سلسله ارجاعات، اما هستم درش و در این سلسله ارجاعات حضور دارم و نسبت دارم و تأثیر و تأثر وجود داره، ولو اینکه من آگاهی نداشته باشم و ملتفتش نباشم. یعنی شما اگر افتادید در یک دل مشغولی که اون دل مشغولی مجموعه ارجاعاته که شما شاید خیلی محدود اون ارجاعات رو بتونید ببینید، این رو باید بدونید که این ارجاعات روی شما تأثیر داره و این رابطه در واقع تأثیر و تأثر ازش شما ایمن نیستید و این رابطه کل ابزاری، یعنی همه این مجموعه ابزارها یک کلیه که شما به این راحتی نمیتونید اون کل رو ببینید، و اما اون کل که داره شما رو شکل میده، یعنی همون سلسله ارجاعات، اون داره شما رو مقدم بودن شماست. تصورش بکنید اگر مثلا شما نجار باشید، بگید نه من فقط با چوب و میخ و چکش کار دارم، دیگه کاری با مفهوم میز ندارم، کاری با مفهوم صندلی ندارم، این چیزی نیست. اون ایده صندلی و ایده میزه که به تو جهت میده که الان چه فعالیتی باید شروع کنی. امکان نداره، شما اگر اون نباشه خود اون میزم باز ارجاع داره به چیزی دیگر و همجوری. یعنی میبینیم این سلسله ارجاعات شما رو هدایت میکنه، شما رو به سمتی میبره ولو اینکه شما خودآگاهی نداشته باشید. بر پایه آشنایی ما با جهان است که دل مشغولی همیشه پیشاپیش همانی است که هست. بر پایه آشنایی ما با جهان است که دل مشغولی همیشه پیشاپیش همان است که هست. یعنی ما چون در جهان یک پدیده افتاده ایم، یک دل مشغولی نمیتونه ما رو به جایی غیر از خود اون خودش، به جایی غیر از خودش ارجاع بده. دل مشغولی که ما در یک موقعیت در یک جهان مفروض داریم، این دل مشغولی چون درون این جهانه و ما افتاده در اون جهان هستیم، همواره خودشه، چیزی دیگری نمیتونه باشه. شما نمیتونید بگید که من در مثلا در استفاده از این شی دل مشغولی دیگری دارم غیر از اون چیزی که این شی در جهانش ایجاب میکنه. آن مثلا بگم من با تبلت میخواهم مثلا با تلگرام آدمها رو هدایت کنم، گرچه اینم خیلی دور نیست، میخواهم به قرب الهی برسم. تلگرام جهان خودش رو داره، دل مشغولی که داره برای شما ایجاد میکنه اقتضاعات خودش رو داره. تو نمیتونی بگی من در این دل مشغولی چیز دیگری رو که بیرون از اقتضای اینه دنبال میکنم. این دل مشغولی همانی هست که هست، بیرون از این نمیتونی بری. ای دیگه فعلا داره به ما میخواد بگه که اگر اون چیزی که شما دل مشغولیشی اقتضاعاتی داره، اما اینکه چطور میشه این رو تعیین کرد، طبیعتا با تجربه، برفرض یک وسیله، یک شیء مثلا همین تلگرام یه تاریخچه ای داره دیگه، تجربه ای پشتشه و تجربه این میتونه به ما خیلی روشن نشون بده که آیا از دل این پدیده میتوان مثلا فلان چیز رو در آورد. وقتی نمیتوان در این تاریخ، برای همین تاریخ مندی مهم میشه دیگه، تاریخش خیلی حکایت از این نداره که این اتفاقی افته، پس زور نزن. در فرض اگر در تاریخ یک مقوله‌ای،
اسمشو نبر، اسمشو نبر. در تاریخ این مقوله سرتاسر سیاهی و تاریکیه، خیلی دیگه دنبال این نباش که این پدیده یک ذات خیلی متعالی داره که آن به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست مثلا از این است. خیلی اینجوری چیز نکن، جهان اون رو، جهان اون تاریخ رو، جهان اون پدیده تاریخی رو دریاب، جهان رو نادیده نگیر، ببین که اون داره چه اقتضائاتی رو داره. در همین آشنایی است که دازاین میتواند خودش را در هستنده یا در موجودی که درون جهان با آن تلاقی میکند گم کند. چقدر این خوب بود. یا مجذوب آن شود. وقتی که دازاین انسان درون جهان با چی دل مشغول چیزی میشه، این امکان وجود داره که حتی از خودش رو گم کنه، چنان درگیر و چنان دل مشغول اون بشه که اصلا خودش رو گم کنه و هر چی هست او رو ببینه. چیست که دازاین با آن آشناست؟ چرا جهانگونگی موجود درون جهانی میتواند روشن شود؟ چگونه باید کلیت ارجاعی را که دل مشغولی پیرانگرانه در آن حرکت میکند و گسست‌های ممکن در آن به فرادست بودگی موجود مجال بروز میدهد دقیق‌تر بفهمیم؟ داره سوال تو رو داره تکرار میکنه، همون سوالی که چطور میشه به این رسید که ما در این جذب و در این دلمشغولی این ارجاعات این پدیده رو ببینیم، این پدیده ای که الان من دلمشغولشم در سلسله ارجاعاتش به کجاها میره، سر از کجاها در میاره، من که نمیدونم. چطور میشه این به دقت این رو کشف کرد؟ خیلی سوال واقعا یکی از سوالات بنیادین زندگیه. یعنی از دل همین سوال میشه بحث جلسه آینده مون رو که معنای زندگی هست رو در آورد، که اصلا زندگی و معنای زندگی از نظر حالا هایدگر چطور، پرسش معنای زندگی چطور طرح میشه. حالا اینو میذاریم برای جلسه بعد، تکراری نشه. پاسخ به این پرسش ها که پردازش و واگشایی پدیده و مسئله جهانیت را هدف قرار دادند نیازمند تحلیل انضمامی ساختهایی است که پرسش‌های طرح شده در بافت همبسته آنها مطرح می‌شود. یعنی ما برای اینکه بتونیم به این پرسش که چیا رو نشانه رفته، قصدش چیاست، مسئله جهانیت میخوایم جهان رو کشف کنیم دیگه، تمام سختی کار در اینه که من جهان یک چیز رو بتونم کشف کنم دیگه. این جهان چیه، چه چیزیه که هم امکان ارتباط رو فراهم میکنه، هم گشوده است به من و من هیچ مفری ازش ندارم. این شناخت این جهان و جهانیتش خیلی کلیدیه برای دیگه. خب منطقا پس بحث کشیده میشه، وقتی بحث این سلسله در واقع ارجاعات، بحث کشیده میشه به بحث رفرنس و ارجاع و در کنارش نشانه ها. یعنی منطق بحث به درستی الان ما رو میبره به این ارجاعات این پدیده ها. پدیده در اون جهانی سلسله ارجاعات دیگه. من قبل از اینکه وارد بند در واقع بعدی بشم، فکر میکنید تا اینجاش همراهی خوبی داشتید؟ میتونیم بریم جلو؟ اگر فکر میکنید مثلا همینجا یه مقدار مکس کنیم که قشنگیم برای ما چیز بشه، بریم جلو یا ادامه بدم؟ البته ادامهش کمک میکنه به فهم و بازتر شدن. خب در تفسیر موقتی ما از ساخت وجود موجود در دستی، یعنی ابزار، یعنی این تفسیری که از ابزار داد فعلا یه تفسیر موقتیه. بشین در تفسیر موقتیش چه چیزی خیلی مشهود بود؟ ارجاع. پدیده ارجاع مشهود شد، چکش به میخ، میخ به دیواره. اما در طرحی چنان مختصر که بیدرنگ بر ضرورت کشف این پدیده
که فقط به اجمال به اون اشاره شد، از حیث خاصگاه اونتولوژیکی آن تأکید کردیم، یعنی تأکید کردیم که این سلسله ارجاعات به اجمال که گفتیم یک ساحت هستی شناسانه داره ما رو آرام آرام و نرم ارجاع میده به یک ساحت ظهور هستی. به علاوه روشن شد که ارجاع و کلیت ارجاعی به یک معنا مقوم خود جهانیت هست. یعنی در این حال که این یک ساحت هستی شناسانه داره، در این حال هم چیه؟ داره نشون میده که جهان از همین ساخته شده. جهان مگه غیر از مجموعه این ارجاعاته؟ جهان مجموعه این ارجاعاته، خود این ارجاعات هم یعنی مجموعه پدیده ها، مجموعه، اما جهان فقط مجموعه موجودات نیست، بلکه مجموعه ارجاعات هم هست و بعد نشون میده مجموعه نشانه ها هم هست. ما جهان را تاکنون فقط در و برای شیوه های معینی از دل مشغولی به موجود تو دستی در جهان، در جهان پیرامونی و البته همراه با در دست بودگی این دل مشغولی روشن شده دیده ایم. از هرچه بیشتر در فهم وجود موجود در اون جهانی پیشرفت کنیم، بنیان پدیداری برای آزادسازی پدیده جهان گسترده تر و مطمئن تر خواهد شد. یعنی اگر ما بتوانیم این وجود موجود تو دستی رو، این ابزار رو، وجودش رو التفات کنیم، اون فی نفس بودگیش رو التفات کنیم، این به ما کمک میکنه که چیکار کنیم؟ پدیده رو آزاد کنیم. آزاد از چه چیزی؟ آزاد از تحمیل های ذهنی ما که همواره میل به این داریم که پدیده رو در حصار اون تعریف قرار بدیم. من از شما بپرسم لیوان چیز، شما بلافاصله میگید لیوان وسیله ایست برای نوشیدن مثلا آب یا مایات. یعنی بردید این پدیده رو بلافاصله در یک چارچوب و حصار. پدیده میخواد اینو آزاد کنه، بذاره این لیوان به شکل‌های مختلف برای ما آشکار بشه. چطور میتونه یک لیوان، چطور میتونه یک شی، یک پدیده، یک انسان، یک موجود از اون حصار و زندان آزاد بشه؟ این موقعی امکان فراهم میشه که ما پرسش از وجود این موجود داشته باشیم. ما بار دیگر وجود موجود تو دستی را نقطه شروع خود قرار دادیم. دوباره برگشت به سر نقطه اول، بار دیگر نقطه شروع قرار میدهیم، اما این بار به قصد درک دقیق تر خود پدیده ارجاع یه قدم اومد جلو. یعنی تا پیش از این که این هی تکرار میشد که باید به وجود این موجود توجه کنیم، حالا یه قدم ما رو میاره جلو. اینجا قدم به قصد ارجاعه. یعنی بذارید من این مقدمه رو بگم که سلام بگم جوش بشم شم. گرچه این بیرد تو بحث جلسه بعدمون نیست. هر دیگر میپرسه معنی معنا چیه؟ وقتی ما میگیم معنا، دقیقا داریم درباره چی حرف میزنیم؟ خب به طور طبیعی وقتی مثلا من میگم معنی هشلپو، شما میرید لغتنامه ده خدا رو باز میکنید، میگردید ببینید جلوی کلمه هشلپو فلش خالیه، چیزی نیست، یعنی ارجاع به چیزی نداره. اما در مقابل مثلا کلمه‌ای که ارجاع به کلمه دیگه‌ای داره معنا داره. گویی که معنا چیزیست در همین ارجاع دیگه. اگر کلمه ارجاع به چیزی نداشته باشه، خودش به خودش باشه، بی معنا میشه دیگه. پس خود مقوله معناداری در ارجاع نهفته است. یعنی همواره پدیده اگر برای ما معنا داره، یعنی ارجاع داره، ارجاع به چیزی غیر از خودش داره. معناداری همواره در ارجاع نهفته است. این مقدمه رو داشته باشید، بریم جمله رو بخونیم. سوال داشت. پس زاین به چی شده؟ چون ببینید زاین انقدر دوره و انقدر گمنامه، دیگه خودش رو درگیر این سوال نمی کنه، چون میخواد که به طور انضمامی بره جلو دیگه. و طریق انضمامیش هم همینه که از یک دا
موجود خاصی به نام دازاین این پرسش رو در میکنه. اگر بخواد اون پرسش رو ترک کنه میفته در یک سلسله بحثای انتزاعی که هایدگر اساسا از اون گریزانه. میشه این سوال رو مطرح کرد که اتفاقا فیلسوفان اسلامی این سوال رو طرح میکنن، اما به طریق انتزاعیه، کاملا انتزاعیه. برای هایدگر اصلا این پرسش جذابیت نداره، برای هایدگر این پرسش جذابیت نداره، پرسش باید انضمامی باشه. یعنی ما این همون چیزی که تو بند اول مقدمه میگه رو باید همیشه این جلوی چشمون باشه که یهو نیفتیم توی تحلیلای انتزاعی. میتونه ما رو بی نهایت ببره توی سلسله بحثای فیلسوفان اسلامی که خیلی ارزشمنده. بدین منظور به تحلیل انتولوژیکی گونه‌ای از ابزار میپردازیم که در آن مجال یافتن ارجاعاتی را پیدا میکنیم که معناهایی گوناگون دارند، چون این ابزاری را در نشانه میابیم. با این واژه چیزهای زیادی نام برده میشوند. این واژه نه فقط دال بر انواع مختلف نشانه است، بلکه خود نشانه بودن برایه را میتوان به عنوان نوعی عام از رابطه سوری سازی کرد، این صورت بندی کرد، به گونه‌ای که خود ساخت نشانه سررشته راهنمایی انتولوژیکی برای خصلت نمایی هر موجود به طور کلی فراهم می‌آورد. یعنی میگه ما وقتی که قرار باشه یک موجود خاصی رو به گونه خاصی از ابزار توجه کنیم که ما رو تو این سلسله ارجاعات میبره، خب اما داره میگه این ابزار در این حال هم چی هم هستن؟ نشانه هم هستن. یعنی یک موجود تو دستی در این حال که ارجاع به سلسله موجودات دیگر هم داره، خودش هم نشانه‌ای هست که این نشانه میتونه باز در پدیدار شدن و آشکار شدن این وجود این موجود یا هستی این هستنده به ما کمک کنه. لذا ارجاع در کنار نشانه میتونه این مسیر رو برای ما هموار کنه. حالا بریم در ادامه ببینیم چطور این کار رو میکنه. اما نشانه ها خود در وهله اول ابزارهایی هستند که خصلت ابزاری ویژه‌شان در نشان دادن قرار دارد. شما وقتی که تب میکنی، تب نشانه چیه؟ یه بیماری، یه چیزه. این نشانه چیزی رو آشکار میکنه، اما خود این نشانه میتونه به مثابه باز ابزاری باشد، به مثابه ابزاری برای چیزی. مثالهاش رو میتونیم خیلی در استفاده ابزاری از نشانه ها هم ببینیم. وقتی که ما به طور گسترده از نشانه ها در زندگی روزمره استفاده میکنیم، یعنی استفاده میکنیم، یعنی به ابزار در میاریم، این خود استفاده کردن ابزاری نشانه ها هم داره کمک میکنه باز به آشکار شدن این موجود و این پدیده. از این قبیل است راه نشانه ها، سنگچین کشتزارها، بوی‌های دریایی برای هشدار به دریانوردان در طوفان، چراغ‌های راهنمایی رانندگی، پرچم‌ها، نشانه‌های سوگواری و غیره، نشان دادن را می‌توان به مثابه نوعی از ارجاع تعیین کرد. ارجاع در سوری‌ترین معنای آن نوعی ربط دادن است. شما وقتی یهو شب می‌خوابید، صبح بلند می‌شید، می‌بینید کل شهر پرده‌های سیاه زدن، نشانه چیزیه. ارجاع داره مثلا به یک ماه خاص، به یک وضعیت خاص، به یک فرهنگ خاص، به یک تفکر خاص، به یک زیست جهان خاص،
اما ربط به مثابه جنسی برای انواع ارجاعات که در نشانه، نماد، بیان، دلالت متمایز شود عمل نمی کند. ربط تعینی سوری است که از طریق سوری سازی در هر نوع همبستگی با هر گونه محتوا و شیوه هستی مستقیما قابل خواندن خواهد بود. این بند خیلی حرف داره، بذار من می‌ذارم در این درباره این بند حرف بزنم. ما معمولا نشانه ها رو فقط از اون جهت برای ما اهمیت داره که نشانه چیزیه. مثلا شما چراغ سبز برای شما فقط نشانه اینه که میتونی عبور کنی، اما هیچ وقت شده مثلا پشت چراغ سبز وایستید به چراغ سبز نگاه کنید چه اتفاق میفته؟ احتمالا دعای خال مادر کلی از جمعیت شامل حال ما میشه. خود نشانه میتونه ما رو با خودش ببره، میتونه ما رو در سلسله از ارجاعات ببره. بذارید از مثالهایی که هایدگر زد کمی فاصله بگیریم، بریم به مثالی که دغدغه اصلی هایدگر هم همونه که زبانه. وقتی که ما در مناسبات صمیمی با دیگری از الفاظی استفاده میکنیم که میگوییم این نشانه صمیمیته، که اگر اون الفاظ استفاده نشه گویی که صمیمیت کم شده. هایدگر داره میگه که اون چیزی که تو داری به مثابه نشانه میبینی فقط یک وجودی داره، یک هستی فی نفسه ای داره که فراتر از اراده و خواست توه. یعنی تو وقتی که اون دختر خانومی که به دوست پسرش میگفت ببخشید عذر میخوام هی فلانی، بعد اونم لذت میبرد از این هی فلانی میومد و این رو نشانه صمیمیت میدونست، از این غافل بود که این هی فلانی گفتن فقط ارجاع به اون صمیمیت نداره، ارجاع به چیزهایی داره که فراتر از خواست و اراده و حتی تصور اونه. اون نمیتونه تصور کنه که این نشانه چطور میتونه عمل کنه، چطور میتونه در سلسله از ارجاعات حتی اون خواسته گم بشه. خیلی مهمه، خیلی مهمه. یک صورتی داره این سلسله ارجاعات نشانه ها، یک صورت بندی داره که این صورت بندیه شاید برای خود افراد آشکار نباشه، مثلا برای یک تحلیلگر، حالا اون تحلیلگر بسته به موضوع اگر بحث روابط انسانی اون تحلیلگر بتونه درمانگر باشه، نظرکاو باشه، روانکاو باشه، او در حقیقت این سلسله ارجاعات نشانه ها رو باید دنبال کنه. روانکاو کاری نمی کنه جز این که این سلسله ارجاعات رو دقیق یکی یکی دنبال کنه، یه جایی گپی نیفته، بتونه تو این سلسله دنبال کردن اون چیزی رو آشکار کنه که آشکار نیست برای خود فرد. یک روانکاو چیکار میکنه جز این که چیزی رو بیرون میاره، دست میبره تو اعماق اون چیزی که حالا به تعبیر فروید ناخودآگاه، چیزی رو میکشه بیرون که برای خود فرد آگاهانه حضور نداره دیگه. این جز از راه تحلیل ارجاعات نشانه ها نیست. اونجاست که ما میتونیم دقت کنیم که هر کنشی از ما، هر فعلی از ما، هر گفتار، هر پندار و هر کردار ما میتواند سلسله از ارجاعات، سلسله از نشانه ها رو فراهم کنه که ما هرگز بهشون آگاهی نداریم اما اثر وضعی خودش رو داره. هر ارجاعی یک ربط است اما هر ربطی یک ارجاع نیست لزوماً. یعنی اگر یک نشانه به چیزی ارجاع داره، یعنی یک ارتباطی وجود داره، اما هر ارتباطی ارجاع نیست.
یعنی وقتی برفرض من با کسی ارتباط برفرض کاری دارم، این ارتباط کاری ارجاع لزوما نداره به این که ما همکاریم با هم دیگه، میتواند این ارتباط به هزاران قصد و شکل دیگری باشد، لزوما به معنای ارجاع نیست، ارجاع به همکار و همدل و همراه و اینا نداره. همکارم بنا به ضرورتی که ما الان توی محیط کاری افتادیم دیگه، همکاریم دیگه، کاریش هم نمیشه کرد. هر نشان دادنی یک ارجاست، اما هر ارجاعی یک نشان دادن نیست. در این حال این بدان معناست که هر نشان دادنی یک ربط است، اما هر ربط دادنی یک نشان دادن نیست. بدین ترتیب خصلت صورتاً کلی ربط روشن می شود. اگر هدف ما پژوهش درباره پدیده‌های نظیر ارجاع، نشانه یا حتی دلالت است، از طریق خصلت نمایی آنها به عنوان ربط هیچ چیز به دست نخواهیم آورد. در پایان باید نشان دهیم که خود ربط به سبب خصلت صورتاً کلیش سرچشمه اونتولوژیکیش را در یک ارجاع دارد. خب بگید تمام ارجاها، تمام ربط‌ها نمیتونن خود مرجع باشن. ارجاعات و ربط‌ها همواره به یک چیزه و این ارتباط و این ارجاع در نهایت به یک نقطه‌ای ختم میشه که اون نقطه از نظر هایدگر چیزی نیست جز خود وجود. اگر به اینم دقت کنید که وجود در نظر هایدگر همون حقیقت، تفسیر زبانی که از کلمه لس الیسیای یونانی انجام میده و ربطش به کلمه عینیای یونانی به معنای وجود، الیسیام به معنای حقیقت، و همین رو توی زبان آلمانی انجام میده که حقیقت همان وجوده. حالا جالبه در زبان عربی هم همینطوره دیگه. در زبان عربی وقتی ما در زبان فارسی وقتی میگیم مرگ حقه، حقه یعنی چی؟ یعنی هست. حق اینجا به معنای هست. کلمه حق با هست فارسی هم ریشه است. حق همون هسته، همون وجوده، همون هستیه. این ارتباط بین حق، حقیقت و هستی و وجود برای هایدگر خیلی جدیه که تو رساله درآمدی بر متافیزیک اونجا مفصل این ریشه زبانیش رو هم نشون میده. اونجا معلوم میشه که پس هر ربط و هر ارجاعی ناگزیر ارجاع به یک حق، ارجاع به یک هست، ارجاع به یک هستی است. و این سلسله ارجاعات رو یک پدیدارشناس باید توجه کنه. اگر بخواهد به خود ارجاعات متوقف بشه، نمیتونه پرسش وجود رو دنبال کنه و همچنان محکوم به همون سنت اونتولوژیکی خواهد بود. خب بگیم هر ربطی، یعنی هر ارتباط دو پدیده با هم دیگه، لزوماً ارجاع به چیزی نداره. هر ربطی ارجاع نیست. من با چیزی ربط دارم، اما این ربط ارجاع نداره به اون چیزی که باید در صورت ظاهری اون ربط آشکاره. بالاخره پس ارجاع به یه چیز دیگه. نه، مثلا صورت اونه. مثلا وقتی یک مردی با همسرش ارتباط داره، ربط داره، اما آیا این ارتباط ارجاع به عشق داره؟ نه. ارجاع به یک زندگی زناشویی که معنای زندگیش نه، نداره. یعنی لزوماً نداره. میتونه فقط یک ربط باشه که ارجاع نداشته باشه به اون چیزی که اقتضای اونه، اقتضای اولیه. مثلا یک ارتباط زناشویی، صمیمیت، عشق، این مقولات دیگه، ولی اینطور نیست. ارجاع به اونا نداره. و این که اگر اون
در ادامه میگه که در این حال این بدان معناست که هر نشان دادنی یک ربط هست. یعنی وقتی که من چیزی رو نشون میدم، این چیزی نشون دادن داره یک ربطی رو هم نشون میده. از اون عبور کرد دیگه. ببین هر نشان دادنی یک ارجاع است، اما هر ارجاع یک نشان دادن نیست. در این حال این بدان معناست که هر نشان دادنی یک ربط است، اما هر ربط دادنی یک نشان دادن نیست. یعنی این ربط، این ارتباطی که وجود داره اینو نشون نمیده، این امر خاص رو نشون نمیده، امر خاصی که مقتضی اون شرایطه. اگر تحلیل پیش رو به تفسیر نشانه در تمایز از پدیده ارجاع محدود میماند، پس در درون این محدوده نیز نمیتوانیم کثرت جامع نشانه های ممکن را به طور کافی پژوهش کنیم. اینقدر بی نهایت نشانه ها و بی نهایت ارجاعات وجود داره، ما کجا میتونیم دنبال این چیز باشیم؟ در میان نشانه ها میتوان به نمونه های زیر اشاره کرد: عوارض بیماری، علائم هشدار دهنده پیش و پس از وقوع حادثه، مارکا، علائم شناسایی که شیوه نشان دادنشان با قطع نظر کامل از چیزی که در هر مورد به مثابه نشانه خدمت می‌کند هر بار متفاوت است. از این نشانه ها باید رد پا، بقایا، بنای یادبود، سند، شاهد، نماد، بیان، نمود، دلالت را متمایز کرد. این پدیده ها را میتوان به دلیل خصلت ربطی سوریشان به آسانی سوری کرد. این پدیده هایی که اسم برد امروزه به ویژه بسیار تمایل داریم که با توسل به چنین ربطی هر موجودی را تابع تفسیری کنیم که همیشه صحیح از آب در می آید، زیرا در اصل هیچ نمی گوید. درست همانطور که شاکله به سهولت قابل استفاده صورت و محتوا چیزی نمیگوید. از یک وضعیتی داره یاد میکنه هایدگر که این وضعیت جهان مدرنه. جهان مدرن این امکان رو داره، انسان سوبژکتیو این امکان رو داره که هر چیزی رو به مثابه یک نماد، به مثابه یک نشانه به کار ببره. آره، همه چیز رو میتونه این کار رو بکنه. این لازمش اینه که هیچ چیزی معنا برای خودش نداشته باشه. من میتونم از این شی برای چیزی استفاده کنم، برای یک معنا و منظور خاص. این لازمش اینه که این شی، این چیز هیچ معنایی در خودش نداشته باشه و من اون معنای مورد نظر خودم رو بزنم بهش و تحمیل کنم. ولی شما از این ما نمونه از نشانه را انتخاب میکنیم که در تحلیل بعدی ما از جهتی دیگر به کارمان خواهد آمد. من این مثال را هم بخونم و عرضم تمام. اخیراً اتومبیل‌ها با پیکان قرمز قابل چرخشی مجهز شدند که موقعیت آن مثلا بر سر یک تقاطع نشان می‌دهد که اتومبیل کدام مسیر را در پیش خواهد گرفت. جداً اون موقع موقعیت پیکان به وسیله راننده تنظیم می‌شود. این نشانه ابزاری است که نه فقط در دل مشغولی راننده هدایت اتومبیل در دل مشغولی راننده در دستی است، بلکه حتی کسانی که همسفر او نیستند و به خصوص آنها از این ابزار استفاده می کنند. یعنی اونی هم که آبره وقتی فلاش رو می فهمه باید چی کار کنه، خواه با راه دادن در جهت مناسب، خواه با متوقف ماندن. این نشانه یک موجود تو دستی درون جهانی در کل همبستگی ابزاری وسایل حمل و نقل و مقررات تردد است. این با این مثال نشون داد که یک نشانه چطور یک کلی رو می تونه سامان بده. این نشان افزار یعنی همون فلاشره به مثابه یک ابزار از طریق ارجاع تقدیم می شود، قوام پیدا می کنه. از خصلت از برای، یعنی فلاش برای چیزیه، برخوردار است، از برای چیزی هستش. سودمندی معینی دارد، برای نشان دادن است.
این نشان دادن نشانه را، این نشان دادن نشانه را میتوان به عنوان ارجاع دادن درک کرد. اما در اینجا باید توجه داشت که این ارجاع دادن که به مثابه نشان دادن است، ساخت اونتولوژیکی نشانه به مثابه ابزار نیست. برعکس، ارجاع دادن به مثابه نشان دادن در ساخت هستی ابزار در سودمندی برای استوار است. اما سودمندی یک موجود به خودی خود آن را به نشانه تبدیل نمی کند. ابزار چکش نیز به وسیله نوعی سودمندی تقدیم شده است، بیان که از این طریق به نشانه تبدیل شود. نشان دادن به مثابه ارجاع تبلور اونتیکی برای چه یک سودمندی است و ابزاری را در جهت همین برای چه متعین می کند. یعنی ابزار مثل چکش برای چیزیه، این سودمندیش هم در همین برای چیزی آشکار میشه، ولی اون که نشانهی برای چیزی نباشه. برعکس، نوع ارجای مربوط به سودمندی برای تعیون اونتولوژیکی مقولی از ابزار به مثابه ابزار است. اگه اجازه بدید اینجا تموم کنیم، اینجا یه مقدار بس میره به توی فاز دیگه، انشالله جلسه بعد که فکر میکنم انشالله بره برای بعد از تعطیلات سال آینده.